در تاجیکستان به مبلغی 220 میلیون دلار بنای پارلمان ساخته می شود. ازبکستان معاشی حدی اقل 25 دلار می باشد. قاتل دخترکی تاجیک را نقشه داران از جوابگری آزاد نمایند. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور، امامعلی رحمان و رئیس شورای دولتی جمهوریت مردمی چین لی کیچیان با اشتراک یکچند منصبداران از جمله آزاده رحمان و رستم امامعلی برای ساختمان اساسی بناهای آینده پارلمان و حکومت تاجیکستان سنگ اولین را گذاشتند. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور، ساختمان بناهای پارلمان و حکومت تاجیکستان از جانب جمهوریت مردمی چین مبلغ گذاری کرده می شود. نرخ ساختمان لایحه 10% بودجه سالانه یا اینکه 220 میلیون دلار را تشکیل می کند. مساحت عمومی بنای پارلمان 42874 متر مربع را تشکیل خواهد کرد. بنای حکومت تاجیکستان در مرکز شهر در خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی جایگیر کرده می شود. بناهای مذکور در میدانی 10 از 127 گکتر زمین بنیاد شده که در آن بنای 15 آشیانه حکومت و 2 بناهای 13 آشیانه ریاست نزدی حکومتی ساخته می شود. متخصصان قید می کنند که چین مبلغ گذاری بی غرض نیست و اگر نفع نباشد مبلغ گذاری نخواهد کرد. در این مورد چین را ذخیره های انرژی تاجیکستان هوسمند می گرداند. چطوری که سامانه پادرابنه نقطه اوز به قرار شوکت میرزیایف تکیه کرده اطلاع می دهد، از 1 نوامبر سال جاری در ازبکستان نقشه دارند که معاشی ماهانه، نفقه، استیپندیه و امداد را بلند بردارند. حکومت داران ابراز نمودند که قرار مذکور برای افزایش دادنی درآمد و بلند برداشتنی سطح زندگی اهالی، دستگیری طبقه های آسیب دیده اهالی، اینچنین تأمین نمودنی مزد مهنت کارمندان کم معاش نگرانیده شده است. افزایش مذکور به طریق زیل می باشد. حجم معاش ماهانه 202,730 سوم یعنی 25 دلار. عین زمان باشد 184,300 سوم یعنی 22 دلار می باشد. حجم نفقه بنابر سن و سال 396,500 سوم یعنی 48 دلار. عین زمان باشد 360,460 سوم یعنی 44 دلار می باشد. حجم امداد معیوبان از کودکی 396,500 سوم یعنی 48 دلار. عین زمان باشد 360,460 سوم یعنی 44 دلار می باشد. 40 میلیون سیزده پلوس داشتیم. کوارتیره که باشیم. 10 میلیون کوارتیره تولستیم. چیچکره 10 میلیون اوقات ایستیم. اقتصادچیان قید میکنند که مددهای ناچیزی مذکور با وجود بلند برداشته شدن برای زندگی مناسب و تأمین احتیاجات های اساسی اهالی مطلقا کفایه نیست و طبیعی است که یا برای در حالت قشاقی زیستن محکوم میگردد یا مجبور است که باقی مانده عمرش در مهاجرت مهنتی بگذرد. عیبدار شونده در قتل دخترکی تاجیک هویدای تیلازاده 5 ساله را برای گذشتنی تشخیصات طبی تکراری ارسال می نمایند. در این خصوص به آژانس اطلاعاتی سپوتنیک تاجیکستان حمایتگر اولگا استیوژینا اطلاع داد. به عقیده او جنایتکار را می خواهند از جوابگری جنایی با راه تشخیص نمودن به او در نامکلفی آزاد نمایند. روزی گذشته الکساندر سیامین را از اینستیتوت به نام سربسکی به بازداشتگاه موقتی گذرانیدند. احتمال است که روزهای نزدیک عیبدار شونده را به کسلخانه روحی از نو ارسال می نمایند. فردا مسئله دراز نمودن مهلت بازداشت عیبدار شونده و ارسال شوی او به تشخیص طبی تکراری بررسی خواهد شد. به فکرم تشخیص تکراری گذرانیده می شود، زیرا سیامین می خواهد خود را همچون نامکلف نمایان کند. آیدی نتیجه های تشخیص یکم ما معلومات نداریم. ابراز نمود حمایتگر. او خود را به نادانی می زند. کارهایی که پس از به قتل رساندن و انجام رسانیده است نشان می دهد که او انسانی مکلف می باشد. در آن روز او کشتار را پنهان کرده به همسایه ها گفته است که دخترک را ندیده است.
کوشش نمود است که دلیل ها را نابود کند و خواست که جسد دخترک را به خاک سپرد. همه این عمل ها نشان می دهد که او مکلف می باشد. گفت اولگا استیوژینا. سنه 18 اکتبر دادگاه شهر سیرپخوف مدتی بازداشت را بنابر تشخیص طبی تکراری به 2 ماه دراز نمود. مورا گاردون بو مشمود ممکن است اگر چو دیشکنه گو یادرس میکنیم که عین زمان والدین دخترکی کشته شده در شهر سیرپخوف برای از جوابگری جنایی آزاد نشدن الکساندر سیامینی تجاوزگر قرار دارند. کمی پیش من همراه اولگا در نزد مفتش قرار داشتیم. ما حرکت های خود را ادامه می دهیم تا حال انسان ها به ما زنگ زده کمک می دهند، می گوید پدری دخترک عبدالسلام سعیدف. یادرس میکنیم که هویدای تلازاده 5 ساله سنه 22 ایول در میدانچه کودکان شهر سیرپخوف غیب زده است. نامبردارا وحشیانه به قتل رساندند. جسد دخترک را سنه 23 اکتبر در نزدیکی توقفگاه راه آهن بازیافت نمودند. آید گمان بر شدن در قتل و تجاوز دخترک ساکن محلی 28 ساله الکساندر سیامین دستگیر کرده شد. نام برده با همراهی آیله دخترکی کشته شده در یک بینا میزیستند. در اتاق سیامین پای پای ها و پای پنجه های دخترک یافت گردید. عیبدار شونده به بازداشتگاه موقتی ارسال گردید. از سنه 22 اکتبر او در اینستیتوتی به نام سربسکی برای گذشتن تشخیصات طبی آید مکلف بودن قرار دارد. Еще на 3. На его глаза можно было посмотреть, можно было увидеть, как он себя ведет.